خیلی موقع یعنی همیشه تو سالهای اخیر از شکستن سانسور صحبت کردی و اینکه باید سانسور شکسته بشه مردم صداشون رو برسونن از شبکه های اجتماعی خود در ایران کار کردی زندگی کردی دستگیر شدی فشار رود بود انتقادی که به تو و کمپین هات میشه اینه که مردم رو در خطر قرار میدی با این دعوتی که ازشون میکنی پاسخت چه هست به این انتقاد خیلی ها میگن خودت اینجا نشستی و مردم ایران رو میخوای بدبخت بکنی ببینید مردم ایران انسان‌های عاقلی هستند مردم ایران کسانی نیستن که یکی مثل من بخواد فرسنگ‌ها دور از ایران براشون تصمیم بگیره که چه کار بکنن و مثال شخصی که همیشه در پاسخ به منتقدان میگم زندگی خودم هست وقتی که 19 ساله بودم توی شهرستان کوچیکی من بازداشت شدم فقط به خاطر اینکه شبنامه تکثیر کردم حاملم بودم تو اون زمان من همیشه آرزوم بود که یک نفر صدای من باشه توی شرایطی که الان زندانیان زندانیانی که میرن هزینه میدن جوان هستن حالا نازنین اسم نسرین ستوده و نرگس و محمدی آتنا دایمی رو ورده که اینها رسانه صدا دارن و شناخته شده هستن من اسم کسانی براتون میارم که اصلا ممکنه اسمشون رو شما نشنیده باشین سبا کردافشاری یاسمن آریانی نیروفر و همافر آذر حیدری مجده رجبی خیلی این لیست زیاده کسانی که روبرو پارک دانشجو بازداشت شدن آیا من فرسنگ ها دور از ایران برای اونها تصمیم گرفتم که یک سر سرکوب بشن دو از این سرکوب به تنگ بیان و برن تو خیابون اعتراض بکنن یا این در واقع فضای آلوده و مسموم دیکتاتوری مذهبیه که مردم رو به درجه رسونده که پیر و جوان الان دارن اعتراض میکنن و من تنها کاری که میکنم فرسنگ ها دور از ایران آرزویی هست که خودم داشتم رسانه و صدایی باشم برای کسایی که اعتراض دارن و دارم همین کار رو میکنم بنابراین اگر هم میبینید که کسانی این انتقاد رو میکنن به نظر من بازوهای حمایتی یک حکومت دیکتاتوری هستند کسانی هستند که از مردم خارج کشور توقع دارن که در ایام انتخابات بیان و رای بدن کمپین بکنن ولی توقع دارن حالا که خارج کشور از سی صدای نقض و بشر رو شنیدی اعتراض نکنی ظریف اولین بارش نیست که دروغ میگه بار اول آقای ظریف اعلام کرد خارج کشور ما زندانی سیاسی نداریم دروغی از این بزرگتر گفت ما کسی رو به جرم عقیدش زندانی بار دوم اعلام کرد که مردم ایران میتونن مسالمت آمیز راهپیمایی بکنن از این دروغ بیشتر که بیش از 100 نفر رو در سال 88 کشتن و بیش از 20 نفر رو در دیماه کشتن در زندان خودکشی دادن ظریف بار دیگری اومد در خارج کشور گفت ما اعدام سیاسی نداریم و برای بار بعدی هم گفت حجاب در ایران یک امر فرهنگی و مردم خودشون انتخاب کردن بنابراین منی که خارج کشور هستم چرا باید اجازه بدم که جواد ظریف در تمام رسانه‌های بین‌المللی دروغ بگه ولی من نرم همون پارلمان اروپایی که ایشون میاد علیه مردم شرف میزنه حرفی نزنم چون دارم مردم رو خطر میندازم تاکید من بار دیگه اینه که این مردم آگاه هستن و کسانی که این اعتراضات رو میکنن از صدای زن قدرتمند میترسن من اگر فقیر بودم در روستای خودم در قمیکولا میتونستن از من استفاده بکنن میتونستن من رو فریب بدن و تئوری های خودشون رو با صدای بلند مطرح بکنن ولی حالا که صدایی پیدا کردم این صدا رو نمیخوام بشنون چرا یه زمانی که من به خاطر شستشوی مغزی از اصلاح طلبات دفاع می کردم هیچ وقت نمی گفتن که داره خارج کشور حرف می زنه ولی حالا که من می فهمم و آگاهم که این رعی ها نتیجه نداره جز تسبید دیکتاتوری انگشت اتهامشون به جایی که به سمت آقای ظریف آقای روحانی فقر و بدبختی ها باشه به سمت من و کمپینی هست که شجاعانه داره اعتراض می کنه این رو بعد ازشون من سوال کرد می من میخواستم بگم مرسی من برای حرفایی که زدی درباره من شخصا و با درباره با همه فعالیتایی که می کنی و میخوام موافقت کنم با مسیح جان که این یه راهیه که میخوان انتقاد کنن از کسایی که از آنها انتقاد میکنن داخل جمهوری اسلامی میگن که شما اگه خارج از مملکت هستین نمیتونی حق این ندارین که از ما انتقال تو شما به عکس خود شما هم زیر شهر نفر اصلا به شما چه اصلا به ما چه میدونین که من یک انسانم در درجه اول من یک انسانم اگر اصلا به ایرانی بودن اما بذار کنار موضوع اینه که اگر قرار باشه ما اجازه نداشته باشیم از مرز خودمون بیرون بریم و برای آدم های بیرون از مرزمون دل بسوزونیم پس هیچ سازمان عفو بین الملل نخواهد بود هیچ ش... سازمانی نخواهد بود که بخواد کار خیریه انجام بده برای کسی دیگه ما وظیفه داریم به نظر من به عنوان انسان نه به عنوان ایرانی یا کسی دیگه که دلمون به حال مردم به، که یه جای دیگه دنیا باشن بسوزه و یه کاری کنیم بهشون کمک کنیم و این به نظر من مسخره ترین انتقادیه که از ما میکنن که شما که اونجا اونور دنیا هستین حق ندارین صحبت کنیم. من به عنوان انسان حق دارم یکی از ام امکاناتی که اتفاقا شما در خارج <applause> از کشور دارید بفرمایید جان خیلی کوتاه اگه لطف کنی برم سوال بعد من فقط میخواستم... چشم من فقط میخواستم خیلی ساده بگم ما انتخاب نکردیم که خارج کشور باشیم درست. آقای ظریف این انتخاب من نیست من دلم میخواست کنار خانوادم کنار مردم خودم تو کشوری که وقتی به صورت آدم ها نگاه میکنم احساس خیشاوندی میکنم همونجا باشم بنابراین کسی نمیتونه هیچ کسی اجازه نداره فرسنگ ها دور از ایرانم باشم ساکتم بکنه فقط به این دلیل که یک پلتفرم دارم بک... دادم به کسانی که رهبران اصلی تغییر در داخل ایران هستند و میخوان کشور خودشون رو از گیرایی که به نام اونها در جامعه جهانی دروغ میگن پس بگیرن دقیقا همینطوره و ما که اینقدر مخالف این هستیم که آقای ترامپ این کار کرد که این قانون گذاشته که ایرانیا نتونن بیان داخل امریکا یادمون نره که ماها خیلی از ماها ایرانیا که خارج از مملکت هستیم سالیان سال نمیتونیم برگردیم بریم وطن خودمون فامیلای خودمون رو ببینیم و برای من این خیلی مطرحه به خاطر اینکه همطور که مسیح جان گفت ما انتخاب نکردیم من 20 روزم بود که مادر پدرم به خاطر جریان سیاسی سی و به خاطر اینکه انتقاد میکردن انتقاد میکردن از جمهوری اسلامی و از اصلا ابتدا از ابتدا ضد جمهوری اسلامی بودن و مجبور شدن برن به انگلیس فرار کردن در اصل به خاطر اینکه جونشون در خطر بود من چرا نتونم انتقاد کنم از جمهوری اسلامی